إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعتتون، لحظات دیگری و ایام دیگری رو از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و ایامی پربرکت و خیر هست این روزها و نباید اون رو فراموش کرد. بهشت آرزوی هر مؤمن هست، هر کسی آرزوی اون رو داره و روزه هم راهی برای رسیدن به اون، دری از دروازه های بهشت هست که از اون روزه داران وارد می شود. ببینیم یکی دیگه از این چیزهایی که خیلی مهم هست درباره اون بدونیم و خداوند هم به اون دستور داده است و یکی از وسائل رسیدن به این منزلت بسیار بزرگ رو روزه قرار داده است. خداوند وقتی که در قرآن کریم بحث فرض بودن روزه رو فرمودند، یکی از غایات و اهداف مهم روزه رو اشاره فرمودند که این هدف اگر تحقق پیدا کند، هم در دنیا انسان رستگار خواهد شد، هم در آخرت رستگار خواهد شد و اون هم مقام تقوا هست که خداوند فرمود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقین هستند که خداوند بهشت رو برایشون مهیا کرده است. وقتی که خداوند فرمود سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، در این آیه هم فرمود که روزه به ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده است تا همونطوری که بر امتهای قبلی واجب بود، تا اینکه به تقوا برسید، تا اینکه جزو متقین باشید، پارسایان بشوید. یعنی چی؟ یعنی روزه وسیله است برای اینکه انسان به درجه تقوا برسد و جزو متقین باشد. لعلکم تتقون. و اما اجری هم که برای متقین خداوند قرار داده است این هست: و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی بهشتی که عرض اون، پهنای اون به اندازه آسمان ها و زمین هست و این و همچنین مغفرتی که خداوند برای بندگانش قرار داده است، گذشت و بخششی که برای اونها هست، برای چه کسانی؟ آماده شده از این برای انسانهایی که متقی و رستگارند، انسانهایی که پارسا هستند، انسانهایی که پرهیزگار هستند. در واقع تقوا بالاترین مراتبی است که انسان مؤمن برای رسیدن به اون باید تلاش کند. تقوا یکی از مراتب بسیار عالی است که انسان مؤمن باید برای اون تلاش کند. بقیه همچنین علما در تعبیر معنای این تقوا اختلافات زیادی دارند در تعریف اینکه تقوا یعنی چی، ولی خلاصه همه اون اختلاف نظرها در تقوا و اختلاف تعبیرات، در واقع باید بگم تعبیرهای مختلفی رو به کار بردن، ولی خلاصه همه اونها در چند چیز هست و اون اینکه یک مفهوم داره و بیشتر از یک مفهوم هم نیست و این هست که انسان باید مانعی رو ایجاد بکنه در برابر خودش و در برابر قهر و غضب الهی و مانعی رو در بین خودش و ناخشنودی خداوند ایجاد بکند. وقایت هست، تقوا از وقایت هست، یعنی سپری بذاری در مقابل آتش جهنم، سپری در مقابل قهر و غضب خداوند، سپری در مقابل ناخشنود شدن خداوند است. تو پس این معنی خلاصه تقوا هست و اینکه در بین خودت و بین عذاب الهی وقایتی و مانعی و سپری قرار بدی، در بین خودت و بین ناخشنودی خداوند سپری قائل بشی. به چه وسیله ممکن هست انجام بشود؟ به وسیله روزه. یکی از این وسایل روزه هست، ولی خلاصه اون به اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از محظورات و محرماتی که خداوند منع کرده است. ولی اون چیزی که شما را تقویت میکند که به این درجه برسید که نافرمانی خدا را نکنید، به این درجه برسید که از حرام ها دوری کنید و کاملا آمادگی داشته باشید که با یک اشاره، یک دستور از خداوند
امرش رو اطاعت بکنید، حتی در سخت‌ترین شرایط، حتی جایی که شهوت بر شما غلبه کرده باشد جلوی خودتون رو بگیرید و ارتکاب فاحشه نکنید، حتی جایی که شهوت مال دنیا بر شما چیره شده باشد جلوی خودتون رو بگیرید و دست دراز نکنید به اموال دیگران و تجاوز نکنید به مال دیگران. اینها رو تقوا ایجاد میکنه و تقوا به وسیله یک چیز ممکن هست و یک وسیله بزرگ وجود داره در اختیار ما، وسائل زیادن ولی وسیله مهم و بزرگ و عالی اون عبارت است از یک موضوع مهم و اون هم عبارت است از روزه. روزه وسیله بسیار مهمی است که وسیله‌ای برای رسیدن به تقوا هست، چون نفس انسان وقتی که یک ماه جلوی اون رو میگیری حلال رو هم نخوره. خداوند غذا رو حلال کرده برای شما، نعمت‌های فراوانی رو حلال کرده، ولی در ماه مبارک رمضان اجازه نداری این حلال‌ها رو بخوری. وقتی یک ماه تمرین می‌کنی که امتناع کنی از حلال، بعد از اون باید آسان باشد برای تو که امتناع کنی از حرام. وقتی که یک ماه تمام امتناع می‌کنی از همسرت که حلال تو هست، امتناع می‌کنی از این شهوت، قضای شهوت حلالت، بعد از یک ماه باید بسیار آسان باشد که امتناع کنی از اون شهواتی که حرام هست و شما بر اون ممنوع شده اید و انجام اون برای تو ممنوع هست. خلاصه این که تقوا اصل همه خیرها هست و به وسیله روز محقق می شود و به خاطر همین خداوند اولین و آخرین رو توصیه کرده است به تقوا. ملت‌های گذشته توصیه شدند به تقوا، ما هم توصیه شده این به تقوا. خداوند این گونه می‌فرماید: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. همانا توصیه کرده این به اهل کتاب‌های پیشین پیش از شما، از حضرت آدم بگیرید تا حضرت خاتم، مردمانی که قبل از ما بودند همشون مردمانی بودند که خداوند پیامبرانی براشون فرستاده و اهل کتاب بودند و خب کسانی هم بودند که مشرک بودند، ولی ابتداعا اهل کتاب بودند، پیامبران فرستاده شده، بعد اونا منحرف شدند. به اونها وصیت کردیم که چیکار کنند و همچنین به شما هم توصیه کردیم ان تتقوا الله، که تقوا رو پیشه کنید و خداوند هم فرمود روزه بگیرید لعلکم تتقون، تا اینکه به مرحله تقوا برسید. و ابو حامد غزالی رحمه الله میگوید که الیس الله تعالی اعلم بصلاح العبد من کل احد او الیس هو انصح لكل عبد وارحم وارأف ولو كنت بعد میفرمود ولو كانت في العالم خصله هي اصلح للعبد واجمع للخير واعظم للاجر واجل في العبوديه اولى بالحال وانجح في المآل من هذه الخصله هي التي هي التقوى. خداوند میفرماید همه ملت های پیشین و شما را هم توصیه کردیم به تقوا. اگر صفتی، خصلتی بهتر از این وجود داشت برای دنیای انسان، برای صلاح و رستگاریش، برای آرامش روانش، برای موفقیتش، برای ایجاد محبت در جامعه، برای ایجاد امنیت در جامعه، اگر چیزی از تقوا مهمتر بود برای اجر آخرت، خداوند به اون توصیه میکرد. ولی خداوند به تقوا توصیه کرده است. اون به این معنی است که تقوا از همه مهمتر است و توصیه هم کرده است که بهترین وسیله برای دستیابی به اون روزه هست. پس بدانید که گرفتن روزه بهترین، عالی‌ترین و مناسب‌ترین چیزی است که انسان میتونه برای دستیابی به این مقام پرهیزگاری در پیش بگیرد و اون رو داشته باشد. بلکه خداوند در واقع روزه رو شعار بندگان ابرار خود قرار داد و شعار امام های متقین قرار داد. این رو حدیثی روایت شده است از انس بن مالک رضی الله عنه، گفت که پیامبر اکرم علیه السلام قال جعل الله علیکم صلات قوم ابرار یقومون من الليل و یصومون من النهار و یصومون النهار لیس بأثمة ولا فجار. میگه خداوند نماز ابرار رو بر شما فرض کرده است. نیکوکاران، ابرار چه کسانی هستند؟ فرمود کسانی که شب را قیام می کنند و روز را روزه می گیرند، اینها نه اهل گناهند و نه اهل فجور و این بسیار مهم است. پس ما حرص بورزیم بر این که
اهل عبادت و اهل روزه باشیم و روزه رو وسیله واقعا ناجح و موفقی قرار بدهیم برای رسیدن به تقوا. همه ما میخوایم به تقوا برسیم، ولی نمیتونیم نفسمون رو کنترل کنیم، نمیتونیم جلو شهوات رو بگیریم، نمیتونیم جلو زبانمون رو، جلو چشممون رو، جلو گوشمون رو بگیریم. ولی خداوند به ما وسیله رو معرفی میکنه که آسون بشه، بتونی به آسونی جلو زبانت رو، جلو چشمت رو، جلو گوشت رو، جلو فرجت رو بگیری و مرتکب معصیت و گناه نشی. اون وسیله وسیله روزه هست که خداوند فرمود لعلکم تتقون، روزه بگیری تا تقوا یابی. و تقوا نه اجر تقوا فرمود ان للمتقین فی جنات و عیون. متقین همانا که در جنات و عیون هستند، و همونطوری که میدونید اجر و ثواب انسان پرهیزگار اون بهشت بری نیست که پهنای اون آسمان و زمین هست. و شاعرم یک حرفی زده خیلی جالب هست، براتون بخونم. ولستو ار سعادت جمع مالی، میگه من فکر میکنم که سعادت این نیست، خوشبختی این نیست که فقط مال جمع کنی. ولکن التقا هو التقی هو السعید، اما انسان خوشبخت اون کسی است که تقوا داره، اون کسی که اهل پرهیزگاری اون انسان سعیده. فتقوا الله خیر زاد زجرا وعند الله للاتقا مزید زخرا. بله، فتقوا الله خیر الزاد زخرا. و تقوای خداوند بهترین توشه هست که انسان برای خودش ذخیره کنه، بهترین توشه این هست. حتی در مورد حجم خداوند فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوى، توشه بگیرید که بهترین توشه واقعا تقواست، توشه راه زندگی، توشه راه عبادت، توشه همه معرکه ها و درگیری ها و سختی ها و تلاحم هایی که با مردم داریم با تقوا ممکن هست. تقوا غذای روح هست. شما به سفر که می روید غذای مادی رو با خودتون میبرید، غذای جسمتون رو با خودت میبری، اما غذای جان تو، غذای روح تو تقوای خداوند است. غذای اخلاق تو، غذای معرفت تو، غذای شناخت تو، جایگاه تو، شخصیت تو این هست که تقوا رو پیشه کنی. به خاطر همین خداوند فرمود و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. این حدیث هم و عند الله للاتقى مزید، خداوند و ان للمتقین، خداوند فرمود برای متقین هست که مزید اجر، مزید نعمت و همچنین رستگاری و نجات و فوز رو. هر چه در باب تقوا بگوییم و پرهیزگاری بگوییم باز هم کم گفته ایم. مهمترین نقطه این هست که روزه راه رسیدن به این منزلت هست، و این منزلت دستیافتنی نیست مگر اینکه انسان واقعا تمرین کند برای رسیدن به اون، چون شهوت ها غالباً و ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربي، مگر همه نفس ها امر به بدی میکنن مگر خداوند رحمت کند انسانی رو و جلوش رو بگیرد. ما خطرهای زیادی رو داریم که نمیذاره، جلوی رسیدن به پرهیزگاری رو از آدم میگیره. یکی نفسی است که میل داره به بدی ها، دوما هوا و هوس انسان هست، سوما شهوت ها وجود دارد، چهارما شبهه و شک و قهر و غضب وجود داره. همه اینها راههایی رو از گناه و معصیت به روی ما میگشاید. ولی سعادتمند کسی است که چشم باز و بصیرتی یافته باشد که راه رو از چاه تشخیص بدهد، دل آگاهی داشته باشد که با دلش بفهمد که کجاها خدا ازش ناراضی می شود و قهر از اون می گیرد و کجاها از اون راضی خواهد شد. همراه با اون علم و آگاهی که داره این رو باید اضافه کنه. خیلی هستند که آگاهن، می دونن، اگه ازشون احکام شرعی رو بپرسی بهت میگه که چی حلال و چی حرامه، ولی چون این نفس، نفس رام شده ای نیست بلکه نفس سرکشی است، نفس سرکشش همچنان سرکشی می کند. اگر به جای رسید حرام بود برای خودش توجیه می کند، اگر به جای رسید که تجاوزی بکند برای خودش توجیه میکند و این کار رو انجام میدهند. چقدر فراوانند کسانی که در لباس دین هم قرار دارند اما کارهای بد خود رو توجیه و تأویل میکنند به خاطر اینکه نفس رام نشده، این نفس مهار نشده. نفس سرکش رو باید مهار کرد و به وسیله
عبادت اون هم به وسیله تقوا ممکن هست مهار کردن این نفس سرکش. وقتی که شما یک ماه تقوا پیشه می کنید و نفستون رو از خوردن و آشامیدن و مقاربت و حرف بد و کارهای بد جلوش رو می گیری، به اضافه این همراه با این کارهای مقابل اینها رو انجام می دی، یعنی گذشت می کنی، می بخشی، عبادت می کنی، ذکر می کنی، یاد خداوند می کنی، این گونه است که بعد از یک ماه این نفس رام خواهد شد و در دست تو خواهد بود و اون سرکشی که داشته از جلوش رو میگیری. تمرین یک ماهی ما رو فراموش نکنید. روزه ماه مبارک رمضان بهترین فرصت هست که انسان اون رو تمرین کند و تا به این درجه از عبادت و بزرگی برسد. و اما اجر و ثوابی که برای روزه‌دار در نظر گرفته از غیر از این که این ماه رو روزه میگیره تا به منزله تقوا برسد، اجر و پاداش و مکانت و جایگاهی که متقی دارد بسیار فراوان هست. و در دنیا هم همچنین، در دنیا آثار تقوا بر رفتار انسان قابل وصف نیست، اینقدر زیبا و مؤثر هست. و این گونه است که انسان وقتی که خداوند، چند نقطه رو عرض کنم به عنوان مسائل کلیدی که در بحث تقوا وجود دارد، و خداوند فرمود من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه ما لم یحتسب. میفرماید که کسی که تقوا میکند خداوند در گرفتاری هاش گشایشی براش فراهم میکنه و از جای رزق و روزی اون رو میرسونه که خودش هم فکرش نکرده. یعنی چی؟ ما در این تنگنای قرار میگیریم، در مقابل ما حلال وجود داره، حرام هم وجود داره، در جایی هستیم که حرام هایی وجود دارن. اگه ما چشم بپوشیم از این حرام، خداوند حلال رو از جهتی برای ما میرسونه که نظیر نداره، که اصلا تصورش هم نکردید. و همچنین اگر در گیر و گرفتی هستید، گشایش براتون حاصل میکنه. یا حتی در این هم نیست، در باب علم هم شما اگه تقوا پیشه کنید خداوند علم بهتون میده. و در آیه که فرمود و من یتق الله بیجعل له مخرجا و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب و اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا پیشه کنید خداوند به شما علم میدهد. پس همه راه ها، همه برکت ها و خیر ها در این هست که انسان به این جایگاه برسد. و روزه هست که ما رو به این جایگاه میرسوند. و به عنوان یک معادله بدونیم، روزه ماه مبارک رمضان نتیجهش تقوا میشود، تقوا هم نتیجهش سعادت در دنیا و دخول در بهشت برین خواهد بود، که اینها همه به هم مثل یک زنجیره و یک معادله به هم مربوط و مرتبط هستند. اینها رو قدر بنهیم، ارج بنهیم و ارزش اون رو بدونیم و سعی کنیم که از روزمون بهترین استفاده رو بکنیم تا به اون جایگاه بسیار بزرگی که خداوند وعده داده است و انسان میتوند بهش برسه برسه. روزه رو فراموش نکنید، بابی به تقوا و بابی به بهشت برین خداوند است. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.